یاری که از رخسار او قدر سریا بشکند برخواست که از بالای او مقدار توبا بشکند از مشرق عشق و هنر تابیده خورشیدی دگر ماهی که نور طلعتش هر ظلمتی را بشکند آمد امام اسکری با جلوه های داوری که از او تلسم ساحری در دست اعدا بشکند نامش حسن رویش حسن فرزند چندین بت شکن کو همچو جد خیشتن صد ستمها بشکند روشنگر راه بشر در مرتبت هادی اشر هر قدرتی را منطقش سر افکند پا بشکند این است فرزند نبی که از شوکت میلاد او آب از سماوه سر زند ایوان کسرا بشکند این است فرزند علی که از حیبت شمشیر او امواج دلها میتفد افواج اعدا بشکند سرها همه در بند او مهدی بود فرزند او که از عزم بیمانند او بطهای دنیا بشکند عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان خوب عزیز و ارجمند خداوند متعال را هزاران مرتبه شکر می کنم که باری دیگر این فرصت در اختیار من قرار گرفت در خدمت شما بزرگواران باشم با برنامه به بیداری محصولی از بخش فارسی دری شبکه جهانی هادی تیوی تبریک ارز میکنم خدمت همه شما عزیزان شب میلاد با سعادت آقا امام حسن اسکری علیه و السلام و آرزو میکنم دعا میکنم برای خودم و همه شما بینندگان که انشاالله الله خداوند متعال همه ما را از جمله شیعیان این آقا و فرزند بزرگوارش حضرت مهدی علیه السلام قرار بدهد ان الله همچون رسم شنبه شبها ها استفاده می از کارشناس محترم جناب استاد مصباح با موضوع مفهوم توسعه از منظر فقهی و حقوقی خواهش میکنم با برنامه خود همراه باشید و پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید از طریق این شماره مثبت 964 780 255 40 13 عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب استاد وقت شما به خیر شب میلاد رو بر شما تبریک عرض میکنم تا که انشالله یک گفتگوی بسیار شنیدنی و مفید را امشب با هم داشته باشیم با بینندگان سلام علیک و آغاز سخن بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم اللهم اینی اسألو که حسن المعیشه معیشتا و بها علی جمیع هوائجیم و اتوصل به هافت دنیا الى آخرتی منم در آغاز به همه دوستان که در این فضا و برای فرام آوردن این محفل و این مجلس تلاش جمعی میوردن از سلام و ادب دارم و همچنان به حضرت عالی خیلی ممنون و به خصوص شنوندگان و بینندگان محترم که این مبحث و این برنامه را دنبال میکنند و در چنین شبهای مبارکی از خدای متعال برکت را برای همگان می طلبم منم به رسم عرف و سنت حسنه در آغاز این گفتگو را مزین و مبارک نمودم به فرمایش از امام سجاد سلام الله علیه بسیار علی و دعایی است که ان الله خداوند چون این زندگی را برای همه ماها فراهم بیاورد در خدمت هست خیلی, خیلی ممنون از حسن مطلعی که داشتید و, و این دعای زیبا از امام سجاد علیه السلام جناب استاد در برنامه های گذشته موضوعاتی مطرح شد درباره مفهوم توسعه توضیح دادید که توسعه به چه معنا هست و معنای مورد نظر شما چی هست و به این پرسش اساسی که آیا توسعه از جمله حقوق شمرده می شود یا نه سوالات و چالش های مطرح بود بیان شد و پاسخ هم داده شد به حمدالله اما سوال دیگری مطرح می شود که بالفرض اگر ما قبول کنیم که توسعه به عنوان یک حق از جمله حقوق شناخته می شود آیا از جمله حقوق اولیه بشر حقوق بشری هست یا نه در این زمینه هم چالش ها و سوالاتی مطرح بود که توسعه را از جمله حقوق بشری نمیدانست و یا نمیشد بشماریم که این چالش ها را در برنامه گذاشته به صورت فهرستوار بیان کردید اما در این برنامه انشاءالله پاسخ بدیم به برخی از این سوالات و چالش ها که ثابت شود که این مفهوم توسعه از جمله حقوق بشری هم به حساب می آید انشاءالله ب... <تصفح> بله اونطوری که حضرت عالی زمینه را برای بحث فراهم کردید در محور دوم پرسش و چالش ها ناظر و معطوف به این مسئله بود که حق توسعه به مسابه یک حق حالا پذیرفتیم منتها این ادعا که توسعه از شمار حقوق بشر محسوب بشود و شناخته بشود و بویژه آن هم از حقوق بنیادین و اساسی انسانی و بشری بله. یک مقدار فهمش و پذیرشش سنگین هست به همین جهت یک سری پرسش های انتقادی و که در واقع به گونه چالش فراروی این مسیر قرار گرفته است گذاشته شده است و گفتن که توسعه از شمار حقوق بشر محسوب نخواهد شد و ما نمی توانیم توسعه را به مصابه حقوق بنیادین بشری یا حقوق بشر بپذیریم و بشناسیم خب این یک ادعاست و ادعای کلان هم به حساب می آید طبعا بایستی این مدعیات مبتنی بر دلایل هم باشد که من در گذشته هم بیان کردم که بیان خود این چالش ها به گونه متضمن دلایل کسانی که چون این اشکالات و دعاوی را مطرح نموده اند می باشد. اشکالات و یا چالش هایی که در خصوص این مقوله مطرح است من به دو دسته در مقیاس کلان تقسیم بندی میکنم. هرچند به صورت فهرست من و فهرستوار چالش ها و پرسش ها را که فرا روی این مبحث گذاشته شده است ارائه کردم و اگر بخواهیم یک مقدار دقیق تر این پرسش ها را دسته بکنم یا بکنیم این پرسش ها به دو دسته تقسیم میشه یکی پرسش هایی است که ناظر بر مسائل فلسفه حقوقی اجتماعیه دلست. یا در واقع پرسش ها از این زاویه به مقوله حق توسعه و یا چالش ها ناظر بر مسئله حق توسعه ارائه شده و وارد گردیده یعنی این پرسش ها ماهیت فلسفه حقوقی و اجتماعی دارند. دسته دوم چالش ها و اشکالات اشکالات است که از زاویه حقوق بین الملل حقوق بین الملل یعنی به این معنا که گفته شده است که حق توسعه یا حقوق همبستگی در مجموع مختصات حقوق بین الملل خواه عمومی و یا حقوق بین حقوق بین الملل بشری یا حقوق بشر بین الملل را ندارند و با مقررات و قوانین و قواعد بین المللی ناسازگار هستند. مجموعه که مختصات حقوق بین الملل را نداشته باشد و با مقررات و قوانین بین المللی ناسازگار بیفتد طبعا شایستگی اون را نخواهد داشت یا جامعه بین الملل نمیتواند اون را به عنوان حقوق بشر بپذیرد و بشناسد حالا ما تا این دو جلسه ای که باقی مانده یکی جلسه کنونی و اگر عمر باشه جلسه بعد إن شاء الله. این دو تا محور یا پرسش هایی که از این زاویه یا از این محور وارد بر این مقوله شده است تحلیل میکنیم و به روال عرف جاری پاسخ خواهیم گفت إن شاء الله. اما اگر شما اجازه بدید یا شنوندگان محترم همراهی بکنن من پرسش ها و چالش هایی که از زاویه یا ناظر بر فلسفه حقوقی و اجتماعی مربوط به حق توسعه در محور چالش های حقوق بشری اون مطرح شده است دنبال بکنم بسیار عالی این چالش ها که من فرست کردم گفتن که اگر ما میخواهیم یک ادعا و مطالبه ایره یا یک منفعت و امتیازی را حقوق بدانیم و حقوق بشر بدانیم بایستی دارای مختصات و ویژگی های سگانه زیل باشه <سؤال> اون کدوم مختصات هست یعنی چیزی یک ادعا و مطالبه یا منفعت یا امتیاز یا هر چیزی را که میگید به عنوان حقوق بشر انگام در این خانواده حقوق بشر قرار می گیرد که ذاتی باشد جهان شمول باشد و سلب ناپذیر باشد و از آن رو که حق توسعه هیچ کدام از این رهانه رو ندارد جز حقوق بشر نیست چرا؟ چون یک امر ذاتی که ما در جلسه گذاشتم توضیح دادیم ذاتی اگر یک پدیده ذاتی یک امری اون امر یک پدیده طبیعی است یک پدیده اجتماعی انسانی است طبیعتا ذاتیات یک شی با خود اون شی هر جا درست. که درست. باشد از اون جدا شدنی نیست حمل این امر ذاتی بر اون شی انتصاب این حمل ذاتی بر اون شی نیازمند به یک شرایط و عوامل دیگر نیست. نیست. اما اگر حق توسعه رو نیک بنگریم میبینیم که اگر کشورها شما چون گفتید حق توسعه حق جمعیه دلست. افراد، گروه ها، جوامع مجموعه انسانیه که برخوردار بشوند از این حق در گرو یک سری شرایط و عوامله دلست. شما وقتی میگید انسان یکی از ذاتیاتش تفکره تعقل اعتبار سازی و حتی زبان منطق و زبانی که برخواسته از بله. قوه عقل و تفکر باشه خب این انسان اگر سیاه باشه سفید باشه فقیر باشه غنی باشه مریض باشه یا سالم باشه همه این ویژگی‌ها را دارن درست دیگر منود و در شرایط و عوامل دیگر نیست حق توسعه چنین نیست کشوری و مجموعه هنگام برخوردار از حق توسعه است که یک سری شرایط و عوامل فراهم, باشه. فراهم بشه از لحاظ انسانی از لحاظ اجتماعی از لحاظ مالی موقعیت جغرافیایی و دهها من کله دیگه پس ذاتی نمیتونه باشه یا اگر میگی جهان شمول هست خب این پدیده در هر جایی که باشد باید این خصوصیت ذاتی با او باشه تابع شرایط و شرط یا موقعیت نیست خب شما وقتی میگید کشور یک مجموعه برخوردار از حق توسعه است برای اینکه برخوردار از حق توسعه باشد شاخص های متعدد برای این لحاظ میکنند مثلا از لحاظ شاخص های توسعه انسانی شاخص های اقتصادی شاخص های اجتماعی شاخص های صنعتی علمی جغرافی های خاص در کدام قلمرو قرار بگیره و امثال اینها خب ما نمیتوانیم هر کشوری را بگیم که توسعه یافته هستن یا توسعه یافته نیستن اگر بگید فلان کشور چند تا کشور را اسم ببرید که در حال توسعه هستن یا توسعه نیافته هستند. خب چرا به اینا میگیم توسعه نیافته نه. خب اون شرایط را نداره اون عوامل را نداره اون ساختارها را نداره اون نهادها و زیر ساختارها که برای توسعه یابی و توسعه من شدن لازم هست این کشورها واجد اون نیست پس برای داشتن باید اون شرایط و عوامل رو دا داشته باشه یعنی به یک نحوی سلب شده توسعه از آره. این کشورها در حال پس اون کشور هست اون مجموعه انسانی هست ولی توسعه نداره, نداره. و برای اینکه توسعه مند بشه و این حق از این حق توسعه برخوردار بشود بر باید این شرایط و عوامل مالی، صنعتی، علمی، تکنولوژیکی، انسانی، بهداشتی و ده ها مقوله و ساختارهای متناسب را داشته داشته باشه پس میبینیم که اگر ذاتی بود سل نمیشه. نمیشه پس بنابراین سلب پذیرم هست ببینید این اشکال یک مقدار یک اشکال است که اگر دقیق بشویم خیلی میشه به راحتی پاسخ گفت شما کشورهای را نام دمی... ما اینه کشورهای کشورهایی را می نام ببریم که توسعه یافته اند ژاپن توسعه یافته آلمان توسعه یافته آمریکا توسعه یافته چین را میگن الان در حال توسعه حالا شما کشورهایی که توسعه یافته هستند فعلا بنابراین خب در این کشورها یک سری حقوقی وجود داره درسته؟ درست کشورهایی هم هست که توسعه پیدا نکردن ما صحبت ما راجع و یا ناظر بر حق توسعه است بله نه اینکه که فعلا توسعه یافته یا توسعه نیافته نیافته درست؟ نه. خب وقت ما میگیم که شما یعنی اشکالتان این است که باید این شرایط و عوامل را فراهم بسازه بحث یعنی این اشکال این مفهوم و معنا را افاده میکند که پس برای این که حق توسعه پیدا بکند این شرایط و عوامل را داشته باشه درسته؟ برای اینکه توسعه پیدا بکند یک کشور بل این ساختارها این شرایط را داشته باشه اما, اما پیش از اینکه این ساختارها این عوامل این شرایط انسانی مالی اقتصادی صنعتی مدیریتی و ده ها مقوله دیگر فراهم بشه آیا حق توسعه دارن یا حق توسعه ندارن قطعا حق دارن حق دارن امروز شما میگید که در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته کشورهای فقیر مسائل بهداشت حق آموزش حق درمان سلامت در بعضی کشورهای توسعه نیافته که نظامهای استبدادی اونجا حاکم است حق آزادی بیان آزادی اندیشه آزادی اعتقاد وجود نداره می توان گفت که این کشورها یا افراد این، افراد در این جامعه چنین حقوقی را ندارند عملا این امور وجود نداره اما ما نمیتوانیم سلب بکنیم از اهالی یا مردم یک کشور بگیم این حقوق اینها ندارن پس اگر ندارن اونا نمیتونن مطالبه،, مطالبه بکنن در اون کشور بگن که ما باید رفاه داشته باشیم آموزش داشته باشیم کرامت و حرمت داشته باشیم پیشرفت داشته باشیم دستیابی به اطلاعات داشته باشیم از سلامت درمان بهداشت برخوردار باشیم و ده ها از این سنخ بله. پس ما فرق است بین این که توسعه به عنوان یک واقعیت ساختاری فرایندی در عرصه اجتماعی سیاسی در یک کشور محقق شده یا محقق نشده با این که یک مجموعه انسانی یک فرد حق بر توسعه دارن حق توسعه را برخوردارن ها و های انسانی که در شدیدترین فقدان و کمبود مواد غذایی بیکاری فقر <applause> به سر میبرند ولی از کرامت برخورد حق کرامت دارند حق آزادی دارند حق رشد دارند حق توسعه دارند پس اینه که چه فرد چه یک دولت چه مجموعه های مختلف انسانی از حق توسعه برخوردار هستند در گرو این نیست که در بلوک شرق یا در بلوک غرب عضو باشه از لحاظ شاخص های اقتصادی انسانی صنعتی فنی در یک حد استاندارد که تعیین شده برسن در عالم واقع توس برای اینکه اینا کشورهای توسعه یافته باشه این شاخص ها تحققش لازم هست این مؤلفات تحققش لازم است اما برای اینکه اینا برخوردار از این حق یعنی حق به نام توسعه باشن ضرورتا تحقق این شاخص ها در داشتن و نداشتن این حق نداره ندارن شما در این کشورهای پیشرفته بسیاری از حقوق انسانی وجود داره پاره از این حقوق برای بسیاری تحقق پیدا نکرده آیا می شود گفت که این افراد از حق سلامت از حق آموزش از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بیبرند؟ نه باید این حقوق برایشان یعنی این حقوق برایشان پذیرفته شده ولی ولو الان به دلایل مختلف ساختاری، سیاسی، امنیتی، اقتصادی نمیتونن این حق را اعمال بکنن ولی از اون حق برخوردار هستن حق توسعه هم برای افراد دولت ها جوامع نهادها و سازمان ها در واقع وابسته به شرایط و عوامل و مقید به این که در یک سری ساختارهایی را فراهم بکنن داشتن این حق در گرو اون نیست پس حق توسعه حق ذاتی افراد هست هر جایی که افراد نیازمند باشند مستمند باشند کشورهای عقب افتاده باشند این بله حق بله دارند بله. که توسعه پیدا کنند و به اون شاخص ها و به اون ملاک ها و معلفه هایی که برای کشورهای توسعه یافته مد نظر هست برسند بله چرا؟ چون ببینید شما یک دولت رو فرض بله هر دو، یک دولت است که جز دولت ها یا خود جامعه جز جوامع توسعه نیافته درست خب آیا این دولت یا این جامعه حق توسعه داره یا نه؟ قطعا داره <applause> ولو از شاخص های توسعه، معلف ساختاری و کارکردی توسعه در این جامعه هنوز محقق و عملی نشده. نشده. ولی مردم اون کشور خود اون جامعه و دولتش حق توسعه دارن و نظام بین الملی دولت های دیگر قاعدتاً مانع دستیابی این کشور و این ملت به حق توسعه نباید بشوند و نمیشوند بسیار بنابراین پس ما میگیم حق توسعه چیه؟ یک حق که شما میگید معلفه های حقوق بشر ذاتی بودن سلب ناپذیری و جان هست تمامی ملت ها و کشورها دارن اونطوری که امروز کشورهای پیشرفته صنعتی و فراصنعتی حالا هفت هاست، هشت هاست، تاست، هشت تاست، ده از دوازده تاست حق توسعه را دارن از لحاظ حق بودن تمام کشورهای توسعه نیافتن ملت های توسعه نیافتن مردمان توسعه نیافته و مجموعه انسانی که توسعه نیافتن از لحاظ داشتن حق توسعه به اندازه اونا و برابرانه این حق را دارند. دارند چرا؟ چون میگیم که حق توسعه مثلی آزادی جزء ویژگی های ذاتی انسانه درست. ذاتی یک ملت، ذاتی یک مجموعه انسانی است به خاطر که موضوع و متعلق حق توسعه حقیقت انسان به ما هو انسانه که انشالله بیم هم ذاتی هست هم جهان شمول هست و هم سلب, سلب ناپذیر هست بالاخره همه ملت ها و مردم حق توسعه, توسعه را دارند بسیار عالی انشالله ادامه پرسش ها و چالش ها پیرامون این که آیا توسعه از جمله حقوق بشر هست یا نه بعد از یک میان برنامه کوتاه انشالله برمیگردیم در خدمت شما هستیم جناب با این نکته و با این بیان از امیر بیان حضرت علی علیه السلام این بخش از برنامه رو به پایان میبریم که فرمود فرصت ها را اگر از دست بدهیم باعث اندوه هست و در جای دیگه حضرت علی میفرماید از فرصت ها استفاده کنید که اینها میگذرند به اندازه ای که بادها ابرها را جابجا میکنند و این ابرها که میگذرند فرصت نیست از دست می رود انشالله بتوانیم از فرصت های به بهترین شکل استفاده کنیم برنامه به وقت بیداری رو دنبال کنید بعد از یک میان برنامه کوتاه در خدمت شما هستیم محبود من مرا این عزت و ارجمندی بس که بنده تو باشم و این صرف رازی بس که تو خدای من باشی تو همان گونه هستی که من دوست دارم پس مرا چنان بساز که خود دوست داری خدای من اگر از من نیکی هایم را بخواهی همه را به تو خواهم بخشید با این که خود به آنها سخت نیازمندم من بنده تو هستم و تو پروردگار منیم خداوندا به تو پناه میبرم از اینکه بیرون مرا در چشم مردم زیبا نمایی و درونم را با کارهایی که از تو میپوشانم زشت گردانی تا در برابر نگاه های مردم از خود نگهبانی کنم و از این راه نیکویی بیرونم را به مردم بنمایم و کارهای زشتم را به سوی تو روان کنم تا زین را به بندگانت نزدیکی جویم و از خوشنودی تو دور شود بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند همراهان خوب برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم از بخش فارسی دری شبکه هادی تیوی این برنامه را هر شب می توانید از ساعت 8 الى 9 بیننده باشید و تکرار این برنامه ها هم فردای همان روز بعد از ازان ظهر و وقت کابل تقدیم نگاه های شما عزیزان خواهد شد همچنین شما علاقمندان و مشتاقان می توانید برنامه های ما را در سایت های مختلف در آپارات در یوتیوب از طریق فیسبوک و اینستاگرام با یک جستجوی ساده پیدا کنید حتما نظر بدهید و اگر دوست داشتید لایک کنید و کامنت بگذارید باعث خوشحالی ما هست این ارتباطی <تصفح> که شما با برنامه خود برقرار می کنید در خدمت استاد گرامی هستیم جناب استاد مصباح با مفهوم با بررسی مفهوم توسعه و آیا اینکه این, این سوال که آیا توسعه از جمله حقوق بشری هست یا نه جناب استاد یک پرسش و چالش مطرح شد و به حمد پاسخ داده شد و اما بریم به سراغ پرسش های دیگری که فراروی این مطلب است که آیا توسعه از جمله حقوق بشری به حساب می آید یا نه؟ پرسش دیگر و چالش دیگر این است که میگه خب حقوق بشر متعلق و موضوعش حقیقت انسان یعنی در واقع اون فرد خارجی بیرونی درست حق توسعه متعلقش فرد خارجی بیرونی است یک جمع انسانه ببینید چی بر مبنای لیبرالیزم چی بر مبنای سایر مکاتب اسلام و همچنین جریان های فکری و مکاتب فکری فلسفی متعدده که وجود داره ما میگیم که حقیقت انسان به ما هو و انسان متعلق به موضوع چیه؟ تمامی حقوق از جمله حقوق بشره بله. حقیقت انسان نه نهادها و شخصیت های فرهنگی سیاسی اقتصادی است که انسان به این شکل در بیاد نه اون فرد بیرونی عینی خارجی ما بگیم اگر این شکلی باشه شما هیچ وجه مشترک در بین اینها پیدا نکنید بگید موضوع و متعلق حقوق بشر فرد بیرونی است هفت میلیارد جمعیت هفت میلیارد جمعیت یکسان و برابر میگید این حق را دارن باید با انگشت اشاره بکنیم این فرد دارای حق بشره اون فرد دارای حق بشره کدوم یکش؟ اگر بگید که این فرد خب اون فرد چیه؟ درست. وقتی میگید تمام افراد بشر این حق را دارند به, چ... به واسطه چی ویژگی همه به طور یکسان و برابر... برابر حق بشر را دارن خورد بزرگ جنسیت نجات زبان موقعیت منزلت اجتماعی هیچ کدوم تاثیر نداره و جغرافی تأثیر ندارد پس ما ناگذیریم که یک طبیعت مشترکی را در بین تمامی افراد بشری در طول تاریخ در نظر بگیریم تا اون و وجه مشترک و ویژگی و مختصه مشترکی که بین همه آدمیان مشترک است سرچشمه و مبنای داشتن این گونه حقوق مشترک باشه بنابراین موضوع حقوق بشر از جمله حق توسعه حقیقت انسانه شخص حقیقی انسان که یک بار این حقیقت انسان در قالب یک شخص حقیقی خارجی بیرونی مجموع اینها نمود پیدا می کند یک بار این شخص حقیقی به صورت شخصیت و نهادهای حقوقی تجلی و نمود بیرونی و عینی پیدا می کنند و این حقیقت به نام انسان یک حقیقت مشا و منتشر در ساختار وجودی تمامی آدمیان یا موجوداتی که به نام آدمیاد میشود حضور دارند yes. اگر ما نپذیریم و نب... بر این واقعیت را که تمام آدمیان با اختلافات و تفاوت گوناگونی که در ممکن است ارزش ها روش ها نگرش بینش داشته باشند یک ویژگی ساختاری مشترک بین همه اینها هست که ما به واسطه امون ویژگی و مختصه ساختاری که من عرض می کنم جزء معلفه ساختار وجودی مشترک بین تمامی افراد انسانی هست و اون سرچشمه حقمندی نسبت به حقوق بشر و حقوق اساسی انسانی هست یعنی وجه مشترک تمامی انسان بله. ها در همه جاها و همه زمان ها بله. که او خود مفهوم انسانیت هست مفهوم نه واقعیته ما صحبت از مفهوم نمی کنیم میگیم این موجود انسان با وجود که هفت میلیارد یا هشت میلیارد کمتر یا بیشترن با تمامی تفاوت هایی که در فرهنگ آداب سنن زبان نژاد ارزش اخلاقیات معرفت تفکر سبک زنی و همسال اینها دارند یک حقیقت مشترک و منتشر و مشاد در تمامی اینها وجود داره که اون جزء ساختار وجودی این موجود به نام انسانه و همون ساختار وجودی متعلق و موضوع حقوق است به نام حقوق بشر و الا معنا نداره شما اگر اون واقعیت و اون حقیقت یا این نوع ساختار وجودی را از این موجود به نام آدم بگیرید صحبت از حقوق بشر چی به صورت فردی لحاظش بکنید چی به صورت جمعی لحاظش بکنید معنا نداره درست شما میگید همه انسان حق آزادی بیان داره آزادی اندیشه داره حق کرامت داره حق تعیین سرنوشت دارن حق امنیت دارن حق اشتغال دارن حق پیشرفت هم نداره خب اگر حق تعیین سرنوشت دارن حق انتخاب دارن حق آزادی بیان دارن به خاطر چی است از اون جهتی که انسان یا از اون جهتی که در قاره آفریقا، آمریکا، آسیا یا استرالیا زندگی میکنه یا از اون جهتی که ثروتمند، قدرتمند، زورمند، فقیر، غریب، فقیر به جهتی که قدرتمند، ثروتمند دارای این حقوق است و از اون جهت که فقیر، ناتوان، ضعیف فاقد این حقوق باشه. همچین چیزی وجود نداره. نداره. هیچ کسی این عقل سلیم و اقلای جامعه و تا عامه مردم این رو بر نمیتابن قابل هضم برای خرد آدمی نیست پس در ساختار وجودی ما آدمیان یعنی یک حقیقت به نام حقیقت انسانی و صورت جزء معلفه ساختار وجودی انسان به عنوان مشترک وجود داره و اون سرچشمه موضوع و متعلق حقیست به نام حقوق بشر از جمله حق توسعه و او با این هر جا هست تا زمانی که هست وجود داره هست وقتی که نیست نیست پس موضوع حق حقوق ب... بشر از جمله حق توسعه اون حقیقت انسانی است حقیقت انسانی ضرورتا مساوی با فرد بیرونی نیست ضرورتا مساوی با شخصیت حقوقی هم نیست بلکه یک حقیقت مشترک مشای منتشر است که ساختار وجودی این آدمیان را ساخته و این آدمیان در هر قالب و سیما و ساختار و ترکیبی که قرار داشته باشه واجد این حقوق هست پس این جواب اون پرسش بر این اساس انسان بر اساس این ساختار دارای چیه کرامت و همین کرامت مبنای این است که انسان باید بهترین زندگی را برای خودش و نیکوترین زندگی را برای خودش و جامعه انسانی فراهم بکنه پس کرامت هم مبنای حق حقوق بشر این حق توسعه است و هم مقصد برای حق توسعه است اینه که اشکال گرفتن اگر مثلا یک مطالبه یا ادعای یک منفعت زمان حق بشر است که از کرامت آدمیان در مقابل دولت و تهدیدات دولت حمایت بکنه و حق توسعه فقط در مقابل تهدید دولت نیست خیلی این چی معنا داره خیلی خوب نباشه حق توسعه فراتر بر مبنای کرامت یعنی بر یکی از مبانی حق توسعه کرامت همون کرامت که خداوند متعال اشاره میکنه بله لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی, فی البحر و البر و فضلناهم علی کثیر ممن خلقناهم تفضیلا این جزء کرامت اکتسابیه اما اونجا میگه و نفخت و فیه من روحی اون کرامت ذاتی انسان بیان میکنه تو حقوق بشر کرامت ذاتی انسان مطرح است اون انسان به حسب ساختار وجودی خودش داره مم. چی متدین به اسلام باشه یهودیت باشه و هر دین و آینی که داشته باشه این حقیقت انسانی در وجودش هست واجد این حقوق حق توسم در واقع اینطوریه پس مبنای حق توسم کرامت انسان نیست و توسم در واقع مهمترین فرایند یا سازکار است برای تأمین کرامت نه یک فرد بلکه مجموعه افراد مجموعه از جوای مجموعه از دولت ها پس اگر شما فقط میگید که فلسفه شکلگیری حقوق بشر کرامت است به خاطر حمایت از حقوق بشر به خاطر این است که, که از کرامت آدمیان در مقابل تهدید دولت, ها. دولت یا قدرتمندان دفاع بکنه پاسداری بکنه خیلی خوب توسعه با این معنایی که ما در طول این جلسات عرض کردیم و در اسناد بین المللی بازتابیده است به با عنوان یک حق نسل سوم حقوق بشر کرامت آدمیان را خیلی جامعتر و استوارتر و ماندگارتر از سایر نسل های حقوق بشر تأمین و تضمین می‌کند. در مقابل تهدید دولت تهدید نهادها و سازمانهای غیر دولتی در مقابل افراد و همسالینها پس این خیلی وارد نیست ایست. اشکال دیگر گفتید فلسفه پیدایی حقوق بشر فرده و چون ما عرض کردیم شما گفتید این مبنای این تفکر چیه؟ چون اون فرد بیرونی جزئی خارجی موردی ره موضوع و متعلق حقوق میدانن ما گفتیم حقیقت انسان به ما هو و انسان که با عنوان یک حقیقت منتشر جز ساختار وجودی این موجود است سرچشمه و مبنای حقوق است. حقوق و حقوق اساسی حقوق بشر از جمله حق توسعه توسعه اگر اون هست پس حق توسعه از تهدید فرد و مجموعه انسانی نه تنها فرد از تح... در مقابل تهدیدات و آسیب های که از ناحیه افراد بر او وارد می شود پاسداری می کند بلکه هم فرد را در مقابل تهدید افراد دولت ها، جوامع و نهادها و همینطور دولت ها را در مقابل از, از تهدیدات دولت ها، جوامع افراد در مجموع افراد دولت ها، جوامع نهادها و سازمان ها را به صورت مجموع در مقابل تهدیداتی که از ناحیه همین نهادها این افراد دولت ها، جوامع مثل خودشان ممکن است به وجود بیاید حمایت میکنه بازم اگر از این زاویه نگاه بکنیم میبینیم که فرد و حقوق حتی فردی در چارچوب حق توسعه بهتر و بیشتر تأمین میشه تا اینکه به عنوان یک حق فردی بگیم که مبنا و فلسفه پیدایش حقوق بشر فرد هم. حمایت فرد در مقابل تجاوزات و تهدیدات دولت خب شما اگر حق توسعه را با همین مبنا و موضوع و سرچشمه بپذیرید خب فرد بهتر و جامعتر حمایت میکنه در مقابل تمامی تهدیدا اگر هست پس چرا ما حق توسعه را به عنوان حقوق بشر برنتابیم مهم این است که توسعه آدمیان و فرد آدمی و جمع آدمی را در مقابل مجموعه عواملی که کرامتش را حیثیت ذاتی اون را شرفش را اعتبارش را هستیش را تهدید میکنه باید حمایت و پاسداری بکنم. یک ضرب المثلی هست که میفرماید چون که صد آمد نوت هم پیش, پیش ماست. ماست. اگر یک قانون باشد که نه تنها از فرد بلکه از نهادها گروه ها دولت ها مجموعه های انسانی بتواند از حقوقشان پاسداری بکند چقدر بهتر است که هم حقوق فردی رایت بشود هم هم حقوق نهادها سازمانها گروهها دولتها و حق توسعه اینچنین است بله یعنی در واقع خب این شما وقتی صحبت از حمایت فرد میکنید در عالم واقع حتی اون کسانی که به شدت فردگرایند و موضوع و متعلق حقوق بشر فرد جزئی خارجی میدانند بله. آیا در عالم واقع زندگی در یک شبکه از روابط و تعاملات و ساختارها استمرار پیدا میکنه و به وجود میاد شکل میگیره اگر صحبت از همه حق هست در مجموعه از این ساختارها و ارتباطات و شبکه است اعمالات خب اگر شما حق توسعه را به عنوان یک حق بشناسید و بپذیرید و بعد نهادی نهاد سازیش بکنید ساختارهایی که متناسب حق توسعه است و مسئولیت هایی که حق توسعه می و محیط ساختار اجتماعی و بین المللی که برای اون لازم از وجود برید خب طبیعتا این حق فرد بهتر و بیشتر و جامعتر تر تأمین میشه و مراعات خواهد شد تا این نگاه ما نداشته باشه رسی هم خیلی اشکال قوی و مستحکمه نیست, نیست. آمدن گفتن خب اگر ما حق توسعه رو بگیم که گروه و جمع واجد حق توسعه است میگه یک سری مشکلات و دشواری های اساسی پیش میاد مثلا اولین مشکل این است که میگه اگر شما جمع و گروه را بگید برخوردار از حق توسعه هستن چگونه این گروه را ما شناسایی بکنیم اولا گروه ها و جمع, جمع هایی که دارای حق توسعه هستن مرحله اول مشکل اول شناسایی هست. کدوم جمع کدوم گروه تعریف جمع چیست دوم به فرض که شناختیم حقوق اختصاصی اینها را چگونه تعیین و تشخیص بدهیم در جلسه گذشته مثال مثلا اصناف مختلف را من من یادآور شدم به خاطر استفاده بهینی از زمان من دیگر بر نمی گرد. بر فرض که حقوق اختصاصی اینا رو تعیین و تشخیص بدیم چگونه این حقوق رو عملی بسازیم زمانت اجرای چیه اینا اشکالاتی بود که مطرح شد خب ما اگر ما آمدیم حق توسعه رو به عنوان یک حق جمعی که موضوع و متعلق حق توسعه حقیقت انسانه و هیچ منافات نداره که فرد بیرونی هم داره این حق باشه این فرد یا این حقیقت انسان در قالب های مختلف وقت در میاد واجد این حق طبیعتا به عنوان حق توسع به عنوان یک حق که دامنه شمول و گسترش اینقدر فراگیر است و حقیقت انسان به عنوان یک حقیقت منتشر موضوع و متعلقش است طبیعتا بایستی ساختارهای متناسب به با اون باید شکل بگیره نهادها و سازمانهای مختلف و متناسب اون در مقیاس ملی و بین المللی شکل بگیره بله. زمانت اجراهای کیفری و غیر کیفری متناسب به اون شکل بگیره که ممکنه ما در آغاز این مرحله است کمبودهای در این زمینه وجود داره پس با توجه به این مطلب که حدود چهار دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم اگر طوری مدیریت بفرمایید که این پاسخ این پرسش و چالش بلد. هم پاسخ داده بله، بنابراین وقتی که ما این نوع نگاره داشته باشیم نسبت به حق توسعه پس حق توسعه واجدین و دارندگانش همه آدمیان هست. این آدمیان مجموعه از افراد یک فرد تک دولت جوامع و هم است شناساییش کار دشواره هم نخواهد. نخواهد بود حقوق اختصاصی چی معنا شما میگید حق اختصاصی حق اختصاصی تمامی جوامع تمامی ملت ها، تمامی دولت ها، حق توسعه مهلا. توسعه بله وقتی این رو میخواهید کالبد شکافی بکنید معلفه های ساختاری و کارکردیش خیلی متعدد و متنوع شامل توسعه اجتماعی اقتصادی فرهنگی صنعتی علمی تکنولوژیکی و امثال اینا همه و همه میشه همه گروه های انسانی افراد و جوامع و دولت ها در هر جغرافیایی در هر قد و قواره که هستن در هر مرحله از رشد و توسعه یافتگی که هستن دارا این حقوق به نام حق توسعه هستن مشکلش چیه؟ بله در مقام زمانت اجرا و اجرایی سازی و عملیاتی سازی که همونطور بسیاری از حقوقی که چندین سال هست پذیرفته شده هنوز در مقام اجرا سازی و عملیاتی سازیش مشکل است اینجا مشکلات وجود دارد که من از کردم ما نیاز به ایجاد ساختارها، نهادها، سازمانها، مسئولیتهای متناسب با حق توسعه هستیم چنان که در خود اعلامیه حق بر توسعه تصریح میشه که باید برای تحقق حق توسعه ما امروز نیازمند ایجاد ساختارهای اجتماعی و بین المللی و مسئولیت جمعی و مشارکتی که به صورت ارگانیکی بتواند حق توسعه را تأمین بکند هستیم حق توسعه یک حق ارگانیکی و جمعی یک حق فردی و مجزا درست. نیست پس بنابراین هیچ مشکل از این ناحیه متوجه این که ما بخوایم توسعه را به عنوان یک حق اونم حق بشری بشناسیم وجود نداره و وارد نیست, نیست. یعنی اینکه از این نایه میخواهید اشکال بکنید و بگید یک مشکل سنگین است مشکل سنگینه وجود نداره و بحث دیگری یعنی هم مشکل دیگری هم میگه حق توسعه بنیادی نیست <applause> یا مبانی استوار نداره شما امروز در نظام های حقوقی و در حرسی حقوق بین الملل حق تعیین سرنوشت رو به عنوان یک اصل کلی حقوقی حق حیات را به عنوان یک اصل کلی حقوقی یک قاعده آمره اصل سیانت ازاد اصل آزادی و امثال اینها را به عنوان حقوق بنیادی و اساسی بشر شناخته شده هست یا نه؟ قطع. حق توسعه مبنایش حق حیات مهمترین و کلیدیترین مبنای حق توسعه حق حیات و حق سیانت ازاد حق توسعه همپا و همزاد با اصول و حقوق چون حق تعیین سرنوشته حق همکاری بین المللی برای ارتقای کیفیت زندگی برآمده از حق کرامت بله. پس بنیاد حق توسعه حق حیات حق کرامت انسانی حق سیانت و بقای حیات این حقوق همه از لازق بین الملل جز اصول عمومی حقوق، قواعد آمره، حقوق پایه و اساسی بشری شناخته شده و حق توسعه خودش از یک سو جز حقوق بنیادین بشره بله. همزاد و هم پایه با این حقوقه و در واقع بنیاد حق توسعه حق حیات، سیانت اززاد و بقای حیات حق تا این سر نوشته پس چگونه ما شما میگید که حق توسعه مبتنی بر مبانی استواری نیست استوارتر از این مبانی می شود ما بر قطعا. پس بنابراین حق توسعه اگر از این منظرم نگاه بکنیم که برایش مبانی محکم و استوار را شناسایی بکنیم و بر مبانی بسیار محکم و استوار حق حیات حق سیانت از ذات حق تعیین سرنوشته با اینا همزاد و همپایند گذشته از اینها خود حق توسعه جزی حقوق پایه و بنیاد. بنیادین بشری است که خودش معیار و ملاک بسیاری از رفتار هست. پس این چالش هم که از این زاویه ما بر حق توسعه بگیریم خیلی وارد نخواهد بود دوست داشتیم مطالب دیگری هم بشنویم منتها فرصت برنامه تمام هست الله به همین اندازه اکتفا کنیم و این امیدواری را داشته باشیم جناب استاد که طرح چنین مباحثی زمینه را فراهم کند برای افراد، علما، مجامع خاص که این بحث ها را به عنوان بحث های بسیار مهم و حیاتی و زیربنایی انشاءالله الله پیشروی خودشون قرار بدند و این مفهوم توسعه را به عنوان یکی از حقوق بشری الله بیشتر کنکاش کنند و بررسی کنند و نتایج خوب و مثبتش رو در آینده ما ببینیم ان با تشکر از شما جناب استاد گرامی و تشکر از همه بینندگان عزیز همراه با برنامه به وقت بیداری یک بار دیگر تبریک عرض می‌کنم شب میلاد با سعادت آقای امام حسن عسکری را خدمت همه شما عزیزان در سخن زیبا از امام صادق علیه السلام میشنویم در مورد منتظران حضرت مهدی که فرمودند منتظران امام دوازدهم همانند کسانی هستند که در پیشگاه پیامبر خدا حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی شمشیر کشیدند و از جان ایشان محافظت میکنند انشاءالله همه ما از جمله منتظران امام دوازدهم باشیم برنامه را با این قطع شعر به پایان میبریم هر کسی را سر چیزی و تمنای کسی است ما به غیر تو نداریم تمنای دیگر در پناه خداوند متعال باشید <applause>